جان چطور دقا همه چطوره؟ مت بر والکان اومده بایی بفرمان چه به سمیه دیگه؟ خوش اومدید بچه ها، خوش اومدید. شب هم باشه شب چندم سوم، شب سوم و شب به شدت نمیخوام اسپویل کنم. مثل یه شما قرار مثل یه برشار دادم میگم امیدوارم که خوشتون بیاد دوستان، حتما لایک کام و سابسکرایب بتون نره بدیم بی وقتی ببینیم این قسمت از ویدیوی بفرمایید چه قراره چه اتفاقی بیفته. Let's go. هم برنجش سرد بود هم خورشتش سرد بود یه مقداری من ولی شاید باورت نشه ولی واقعا من گوشت اگه نمیدیم چه بگیم رستوران دارم ایرادام خیلی زیاده گوشتش واقعا نپخته بود. خیلی خب دیگه امشب ببینیم خودت چیکار میکنی پوران جون. دیگه مژگان هولش چه سالا شد یه گوشه کار خراب شده باشه. شما خودت ببینیم امشب چه خواهی کرد. من امشب از 1 تا 10 به پنج داده بود اگه باشه پنجو میدم. واقعا میگم اون چیزی که در حد انتظار من بود نبودش. به خاطر همین من نظرم رو عوض کردم. از 5 که داده بودم نمره 3 رو به مژگان میدم. برای اینکه واقعا میگم این چیزی که در حد انتظار من بود نبوده. چنین شب میخوابه من پیرود مرزی ها ندیگه آیسته شده اینطور شب میخوابه تو بولم میشه نمره عوض میکنه. من نمیدونم. خب تو مگه شب قبلش عقل نداری؟ مگه شب قبل شکمش سیره؟ اونقدر مثل اسب میخوری بعد صبح اینجوری نمره میدی خیلی زشته. حالا باید بچه ها شب خودشو ببینم. حالا میگم شاید من زیاد هست بودم به خاطر اینکه رستوران دارم، گروه های زیادی میان و همه در آخر واقعا تشکر میکنن، واقعا هپی میرن. زنگو بگو. من اصلا برای مهم نیست حتی درآمدش. بله بله معلومه. اصلا خیلی معلومه. کاستمرا براشون زنگ میزنی و بگو. سه آخه چرا اینجوری کرد پس؟ به مژگان جون 6 رو میدم. نمره‌ای که ندادم بیشتر به خاطر قضای سر و تست دسر که برای من تست خوشمزه‌ای نداشت. وگرنه پذیراییشون، مهربونیشون، همه چی عالی بود. به به. بی‌نظیر بود اصلا. آقا این جدول ما رو نمیشه هر سری اینجوری دستکاریش کنید که. الان یه 8 رضا داده بود، یه 6 مهنوش شد. بچه‌ها آقا رضا فعلا اوله. آقا رضا اوله. 13 امتیاز گرفت. چی شده؟ بیا. من همین الان از امتحان سیتیزنشیپیم اومدم هولم ببخشید. خب وای پس I'm so happy. خیلی خوشحالم امتحانمو قبول شدم. المپیاد ریاضی مگه مقام آوردی؟ امتحان سیتیزنشیپ دیگه. من دوستون آشپزخونه من دیشب میزبان بودم. اصلا دست به هیچ چی نزدم. اصلا وقت نکردم تا 2 شب فقط امتحان خوندم. صبحم زود پاشدم رفتم برای امتحان و الان برگشتم. امشب باز این عدد 8 باعث اول شدن من توی این مسابقه میشه. بریزید دور این خرافاتو. 8 نمیدونم فلان شه. دوستان پیش خوراکمون همون بابا قونوشی که شب نخست رضا داد الان پوران جون میخواد بده. بابا قونوش میخواد بابا قونوش واقعی رو درست کنه دیگه. همون که میگفت فوق العاده است و من خودم خوردم. بابا قونوش ریختی پایین. بابا قونوش پیشوازا باباگانوش جون. خب اینا خب غذای تقریبا مثل منه ولی خب اینا اونطوری که سنتیه مثل که باباگانوشو که حالا چون موقعی که منم آوردم خیلی توضیح دادن گفتم با طحینه باید باشه با بادمجون سرخ کرده طحینه و یه ذره سیر و اینا. او مای گاد پروردگارا فکر کنم پورانجو خواسته ثابت کنه که باباگانوش اون نبود این بود. عجب. چی در بازکن میخواستم پیدا کردم دیگم فیلم برداری زنگ یا بس یا بس فعلا خدا حافظ. پوران جون نوید با دو تا در بازکن واسه دم در بگم باید بیام تو. آره بگم بیاد. من میتونم برم دست کشم دستم. خب برو شما خیلی بهتر. آره دیگه حالا من خودم. آره تو اون حالا تو من نوید و کجای دلم بذارم من میتونم دست کش دست کنم. دیگه خیلی جنبه کسی میده دست کش کار میکنم. ما که ندیدیم ولی باش. نوید و من به چی فکر کردین تیکشو نمیذارن. برو این نویده رو بپیچون بره داداش. باش. احتمالاً خب هر کسی فکر می‌کنه باباگانوش پورانجون و باباگانوش. باشه جمع کن اینا رو دیگه. حتماً مقایسه می‌کنم حتماً. 100% من که اصلاً ندیده بودم باباگانوش رو نخورده بودم. فکر نمی‌کنم بتونم مقایسه ای هم کنم. ولی خب بالاخره شاید از لحاظ تست و قیافه بتونم. من تو شیر قبول شدم. مقایسه کنم. تو زبان نمی‌گیرن؟ من قبل از اینکه بیام به کانادا 16 ماه در سوریه زندگی کردم. این غذا رو من تو سوریه
از خود عربا یاد گرفتم و متاسفانه ویزا تمدید نشد، من مجبور شدم که سوریه رو ترک کنیم، رفتیم ترکیه استانبول. سوریه هم واسه ما شاخ شد. دوباره 6 ماه که گذشت چون به ما باز اجازه موندن ندادن، ما به قبرس یونان رفتیم برای یک هفته. کلا تو مسیر بودیم. خاطر اینکه مجبور بودیم خروج و ورود داستان‌های پولاپولو. اومدیم دیگه بعد از اون 8 ماه کشید که ما اومدیم کانادا. خب کانادا گردن گرفت شما. عزم و جزم کرده بودید بیایید. 20 سال پیش. خدا رو شکر اومد. میگن خواستن توانستن است. برای مقایسه دوتاش چون دوتا فرق میکنه استایلش، سعی میکنم ایندیویژوال در نظر بگیرم، یعنی به قول معروف اینو مستقل ببینم علاوه تمام اون مثلا غرض اولشه، مال خودم چون مال من رسیپیش یه چیزی داره، میگه من رستوران دارم، یوزلی مردم اینو نمیبینن، شاید تو رستوران کمتر ببینن. اون شبی که آقا رضا برای ما بابا قانوش درست کرده بود، من واقعا اولا که صبحش حالا میبینید شما، من گفتم صبحش خیلی برام عجیب بود که ما دوتایی قرار بابا قانوش پیش قرار بسیم. ای وای چه تفاهمون میدن، خیلی عجیب بود برام، گفتم چیز. که وای بیادم خالصا الان یه بابا، حالا این همه غذا بابا قانوش دیگه چیه؟ این همه آره پیش غذا، یه پیش غذای تخمی میخواب گرن، همه هم میخوان درستش کنن. همون شب تو خونه مژگان خانوم هم صحبت شد، گفتم که در تایید من مهنوش جونم تایید کرد، گفت نه اونو میتونیم بگیم یه چیز من در آوردی. بعد از اینکه بادمجون با سیر کاملا له شد و قاطی شد، تهینه رو بهش اضافه کردیم. چی هست اصلا؟ به به چه شود؟ سرینه هم داریم یا فقط تهینه داریم؟ مقایسه میکنیم دیگه، چون بابا قانوشی که حالا شاید اونی هم که دوباره امشب تدارک دیدن بازم یه چیزایی خودشون عد کنن. اصلا نمک که نداشت مثل آقا رضا. آقا رضا هم خودش گفت که من نمک نمیزنم به غذا. ولی مژگان نگفت. ولی مال مژگان خانم حتی طعم نداشت. طعم نمیدونم حالا ایشون چه جوری درست کردن. شایدم به خاطر همین که باشه قد حرف نزنی چون کارما. واقعا امیدوارم که غذا بدمزه بشه، آشغال بشه. آبه. چقدر عقده ای؟ سس هست که به غذا تمام مزه میده. گزل کاری دوستان، تحچین گوشت میخواییم بگیم. توجه فرمودی؟ تحچین کباب دوست دارید؟ تحچین گوشت؟ کباب کوبیده؟ او مای گاد، میگفتش که من گوشت ندارم ولی گوشت گذاشت. گوشتای من نخورد، گوشتمش. خورشت مژگان خانم خورشت داشت، ایشون گوشت بزرگ گذاشته بود. خب گوشتا بزرگ بود، ایشون شروع کردن خوردن. خب اگه یادم باشه فکر کنم برنجشون رو خوردن، یه ذره بادمجون خوردن، آبش و اینا، گوشتو یکی از گوشتا رو خوردن. ولی خب بله یادش که یکی از گوشتا رو خورده گوشت ندارم. گفت اینی که چرا با گوشت درست کردم، برای اینکه باز میخواستم یه چیز متفاوت باشه. آفرین داش، کل ملت کپی رضا است مرغ. ولی من این دفعه تصمیم گرفتم که با گوشت درست کنم، چون خیلی دیدم، خیلی جاها همیشه شنیدم که تحچین مرغ، نشنیدم کسی بگه تحچین گوشت. بله تحچین اون تعدیگش یه ذره کریسپی باشه، خیلی خوشمزه. تحچین هم شکل خیلی زیبایی داره، هم غذای خیلی مجلسیه واقعا، اصلا یه دونه باشه خیلی حال میده. مامان پزون هم که باشه، یعنی اون تجربه کافی رو داشته باشن برای درست کردن که دفنش همون مامان پز میاد درشه مامان پزون. دوستان برای بخش خوشمزه همون دسر آیس پک داریم. نمیدونم واقعا آیس پک یعنی آخه آیس پک یه چیزایی هستش مثل یخ در بهشتای ما داشت، یخ میوه یا یخ آیس پک. خب من ایران پاره میکردم دسر من دوست نداشت، باید نگاه کنم. تعدیگو چرا نخوردن؟ من امشب از این میترسم که مهنوش خانوم از میز شام من کپی بکنه تزیناتش، چیزایی که گذاشتم. و چون دو شب گذشته به نظر من میز شام خیلی ساده بود. چقدر تو اوبیو امیدوارم که مهنوش خانوم خودش بلد باشه. و چشتنگ یعنی چی؟ چیزش تنگه؟ نه چشتنگ یعنی همش دنبال اینه که
حسادت همه شما باید کسی کپی نکنه، باید فلان نشه، باید من بهترینم، چش نداره ببینه کسی. میدونی چی میگم؟ بله آف کورس میفهمم چی میشه، ولی من مطمئنم آقا رضا میبره. این اصلا نمره خوب نهاد بگیره، نمیدونیم همه چی قراره چی بشه. به نظر شما چی میشه؟ فکر کن چقدر ورود آقا باشه که آقا رضا ببره تو یاد نگیری همون ای بابا. حالا شما هم انگار نوبرش آوردی پورا جون. باشه البته شما حواست به شب خودت باشه، خراب نشه حالا تا فردا شب. نمیدونم، یه خود فقط ترس من از مهنوش خانم بعد از اینکه به حساب موضوع به هم زدیم و... تمام ترسم اینه که مهنوش خانم یعنی تو نگران این که پیش غذا غذای اصلی دسر تخمی بشه نیستی، نگرانه که مهنوش از سفره تو تقلید نکنه. چرا؟ چون خودش آدم اینجوریه، تقلیدکاریه. میگهش باستاب خودته عزیزی، باستاب خود بیبی 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 که به این نگو چندش هم میشه. ولی اوکی معروف چک میکنه سرش داره میچکه طغرل یه مهنوش کپی نکنه یه دیدی کرد خبر هورت آزاد تمه امشبه آزاد آزاد بدم تمه آزاد میذارید واقعا. خب خیلی خوبه، هر کس هر جوری دوست داره راحته میکشه. برحال ماها ایرانی ها من اگه تم داشت یه تم سختی میذاشتم که هر ساعت فیلم نتونه بپوشه. خوبه میام، خیلی استرس گرفتم. چرا؟ منوش نره کپی کنه یو استرس گیرم خدایی کپی نکنه واقعا. منم نگرانم واقعا، دارم استرس میگیرم کپی نکنه. منوش خلاقیت داشته باش خوده. آره خدایی. آماده مشکی رو خیلی دوست داریم. مشکی رو گوش درنگ چشوی مهربون. درنگ عشق. چشوی مهربون. تمام خوبه دیگه. کجاست مسجد اون؟ عالیت امامزاده بود. چون من خودم را حس میکردم راحت هستش. تم آزاد گذاشتم. یعنی به خیال خودش ما چیز میشیم. ما چی بهش میگن؟ خیلی هرسی میشیم یه وقت دارم میشیم میپره شما جدی نگیر آخه چرت و پرت میگه. ما اومدیم آزاد، هر چی دلت بخواد بگو بیبی. میگم غذات مزه کف و پا بده کف ما همونو بپوشه و این گونه پوران خود را به دست آرایشگر سپرد. پوران رفت چیتان؟ پوران رفت، ولی آیا جنیفر لوپز برمیگردد؟ کلسوم دوشه کلسوم خانم داستانه موی خود را بیگودی ما به سپاری همچین میپیچانیم که هیچ پیش گوشتی قدیمیه دیگه. بابا این تو امامزاده است به خدا. چیه؟ برای پیش غذا یه زنه نه یه اتاق بچه است غذا خب نه خیلی عالیه، فکر میکنم خیلی کامل تر. دسرشون هم که همونطوری که گفتم خیلی نمیدونم. ایشون باید مسلط باشه، الان داره کارشو میکنه. خب آره آره داره برنج میذاره قبلا درست کرده. نه بابا ولی فکر میکنم الان داره غذا رو درست میکنه، خاطرات هم تعریف میکنه، از آدم ها داره میگه چه خبر بوده 20 سال پیش 10 سال پیش، مشتریایی که داشتن چطوری بودن. نه بابا داره میزان پلی میکنه، میزان پلی رفته از این سالن مامانم سیون و اینا داره. البته الان برگشتن از سالن، بریم ببینیم چی شد دیگه. خب میزبان هستم و سعی کردم که سالن آرایش برم، موهام رو تغییر بدم به خاطر اینکه میزبان همیشه باید متفاوت با خیلی متفاوت شده خودش یه جوری متفاوت شده دیگه. دوستان پلاک 8 هم هستن و خوش شانسی اورتو بفرمایید چم شرکت کرده. همه مهمونا اومدن، مژگان جونم همین الان رسید. بریم تو ببینیم چه خبره. خیلی خوش اومدی. موچل لباس سلام آقا رضا عزیز حال شما. خدای آقا رضا از همه خوشیب داره. شم تاریک ما رضای خوشگل ما با زحمت های ما. خواهش میکنم خیلی خوش گذشت با وجود شما. من پیش خوراک اون بابا قنوش از تزیینات ولی این مدلی مدل پورانی خوب بود. چهار تا شاپر 3-4 تا غلطی داشتم ولی اوکی. رنگش عوضش همون رنگه چی؟ رنگ غذا قبلش از تو عالم کردن؟ نه بعدش جای بوده. آره چه مدل موش خیلی قدیمی نیست. بیشتر میخوایم بگیم که براتون بیارم. راحت شدم. خیلی گفتی گفتید که همسر من کمک میکنه به شما. خیلی کمک کرد واقعا. سبزی تو رو بشاره. همجا امتیاز ایشون. واقعا کمک شده. لب میگزی. همسر عزیزم تای فیلم میگن. میگم با تشکر از شهردار محله همسر کلاغ‌تری کلاغ. بانوش که مثلا گفتم که غذا قبلا نخورده بودم، من دیده بودم ولی نه طعم بسیار تلخی داشت، من دوست نداشتم مثلا نتونستم بکنم تلخ. نه بابا بابا بانوش خیلی بد. نه بابا بابا پوران خانم بلدم بلد پوران کاروید بش پوران انقدر ایراد گرفتی بیا اینا به بابا قانوش آقا رضا گفته بودن خوبه. اینو میگن بیا نزن گه بهره کسی، اول
خودت دوم کسی اول دست تو خودت بلادم رستوران دارم. واقعا تلخ بود، یعنی قاشق اولو زد میزدی توی، یعنی میچشیدی تلخیش انقدر زیاد بود که دیگه نمیتونستی ادامه بدی. و من فقط به خاطر اینکه بی ادبی نشه شاید دوتا لقمه تونستم و واقعا با آب دهنم قورتش دادم. نه بابا استایلاش فرق میکنه، روشای پختش فرق میکنه. خب مال ما یه ذره چیش میگن یه ذره رسمی تر بود، یه ذره خواستیم که خوشگل تر باشه نه بازاری. خب مال امشب یه ذره بازاری بود و یعنی چی بازاری؟ شاید حالا خوب نباشه، ایشون زحمت کشید خوشمزه نبود، یعنی اصلا انتظار یه همچین چیزی رو از شمایی که رستوران داری واقعا و پذیرایی میکنی واقعا مقدر ادعا داری من گندگوزی کردم نسبت به آشپزی شما. یعنی چی؟ نه بابا این شب خیلی شب معروفیه، حتما نگاه کنید تا تهش. امشب شب عجیبیه نه؟ عجیب و معروف اصلا این قسمت از بفرمایید چون خیلی معروفه. اینو ببینید. نه بابا بریم مثلا مگه میشه پوران تدیگش بسوزه؟ بابا پوران غذای اصلی نمی سوخت که چیرین جوری شد ازغاله شده غذای اصلی. رضا سرک نکش مژگان، تو چرا تو موزه اومدین مگه وایسید الان میاره دیگه. گوش بدید اینجا کبود به نظر خودم یه خورده بیشتر از حد قهوه‌ای شده. بیشتر از حد قهوه‌ای شده؟ نباید میشد، اونم شاید برای آخر که یه ذره بازش کردم که گرم باشه. به نظر خودم بیشتر قهوه‌ایه. قهوه‌ای ر ولی تعدیق دیگه نه، من که میزنم خیلی هم سوخته دوست دارم. من شما تعدیق زغالم بدی میزنم آبلیمو بریز روش. ولی آخه این چیه دوستان؟ این قرار بود خوراک اصل کاری تهچین گوشت باشه. یاده نیست بگه سوخته، میگه بیش از حد قهوه‌ای شده. وای پشت مواجی. Are you kidding me؟ اصلا انتظار همچین غذایی واقعا من نداشتم خودش. حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم، فکر نکنید که این غذا فقط یه تعدیق سوخته داره، بعد بریم جلوتر ببینیم این غذا چه معجزه ای. من همه ما شوکه شده بودیم که واقعا ما هم شوکه شدیم خواهر. نمیشه اینقدر هم راجبش توضیح بدیم ولی هست، باید میبودیم و میدیدیم که دیدیم دیگه آدم مبتدی هم یه همچین چیزی رو جلوی هیچ کس فکر نمی‌کنه. یه بار من باشم دیگه خودم هم یه همچین تحجیلی نمیزم. اصلا نمیشه خیلی برین اینجوری در بیا گیر دادی واقعا. نه ترس حالا بشین من میتونم یه خواهش کنم چاقوی غذا خوری بذاریم؟ راست میگی نذاشتم چاقوی غذا خوری؟ مگه میخوایی میوه پوست بگیری به روش؟ اوه 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 گوشتش کو اون رنگش اینطوری سوخته. نگم آخر من دیگه کم سوخته که اونم جواب داد منظور سوخته ایرانی از میگفت سوخته میگفت مایش چیز بوده اینا ولی فکر میکنم دقت نکردن منظم یا خسته بودن یا بنده کفشی یه ذره کم لطفی بودش حالا اشکال نداره. چون مهربونه گوشتشه خیلی دیگه سوخته. تو سوخته نمیخوام نمیتونم بخورم، بذارین وسطش بخورم هرچی گشتم یه چیزی گیر بیارم که من بالاخره گوشتی با این پله خالی که زرفونم که ندوست بخورم چیزی پیدا نکردم واقعا. یه چند قاشقی پیدا شد بالاخره پلو دیگه خوردم و واقعا سیرم نکردم. حالا نگاه کن که شما هم بودین اینجا میخوردین میچشیدین میدیدین تهنچین اون استایلشو لب به لب روغن ته تایلند هم نبودین چه برسه ته چین سوخته بدون زعفرون. اوه مای گاد چی بگم شما اشتامو کور کرد قشنگ خیلی بد بود. من شاید بتونم بگم گوشت که اصلا نداشت، یعنی گوشت پرونی هم نبود دیگه نبوده دیگه آقا دیگه برنج شمشیر عرو بس آقا بگیرین چی زده آقا گوشت داره بود بزن به افتخار رضا. نه الان زنگ میزنم به خواهرم میگم قضیه درست شد من بیا همه گفتم یه ما هم میگیم فقط چقدر آبروریزی پشمام من قضا اینو تیتر بزنید آبروریزی به فرمایشان. یعنی ببین من خودم درست میکردم یه چیزی خیلی خفنتری درست میکردم واقعا. من که قضا حدیثم درست کنم به تو افتخار میکنم که یه بار قضا سوکنه ندی بخوریم. من قضا خوشمزده میدم از این چیه؟ یعنی من 60 سال جیگرکی رستوران داره بدبخ اون رستورانه ما تو قضا زیاد درست میکنم از
ولی افتضاح بود به تمام معنا. دل و جگری باغچه کار میکنن، یعنی رستورانش مال ایشونه. زنگ زنگ که واقعا بیارن از غذا بیارن از رستوران واسه شلوغیم یا خلوت این پرنده پر نمیزنه کلاس میذاری شما اما آقا رضا میگه دخل رو بگیر چرا کار نکردی تا حالا من اینجا کار میکنم که گفتش یه لذتی میشه برد دیگه یعنی جگری هست و که هم جگره هم دله که زحمت کشیدن خب میشه اینو بخوریمش سرده که سنگینه ولی خوب میذاره پشمو جیگر رو داغ رو آتیش برمیداری باید بزنی اینجوری 2000 نمیارد شانس برنده شدن خودم امشب زیرو میدونم با توجه به این غذایی که به وجود اومد درست شد که شما درست کردین خودش که نشد که یخشان نمیاد بره تو باب نمه باعث شد که اون ترکیبش به هم بخوره و گوشتا حتی به ته چون سنگیتر بود دیگه ته قاب نمه بخورین بعد بگین که چی هم من نمیدونم که من چی هم شما میپرسم شما اگه برید بستنی فروشی های ایرانی سوال کنیم برای آسپک بخواست شما سوال کنم یعنی بستنیشو شما خواهیتون درست کردیم نه من فقط مخلوط کننده بودم زحمت کشیدیم تیکه این نخوش آخه چرا باید بگم من بستنی سازم من که بستنی ساز نیستم که بستنش رو معمولا خب درست نمی‌کنم. هیچ کدوم درست نمی‌کنم. چرا دیگه وقتی کسی داره بستنی می‌ذاره دفینیتلی خودش بلده بستنی. نه. جان کوتاه بیا. کی دیگه بستنی الان می‌سازه؟ بذار خوشحال شده بود بابا بابا داریم پخش کردیم. نه خوشمزه است. خدای خیلی خوشمزه است. داشت زندگی شیرین می‌شد. بابا اگه حرف بزنیم جبهه می‌گیریم. اگه حرف نزنیم. اینم خوبه که خوش می‌ندازه. این خیلی زبونش میشه. خیلی زبونش باز شده. زبونش باز شده داره پاره فکر کنم گشتش شده غذا بهش درسته عصبیه دیدی اینم غور میزنه امشب باید قشنگ تلافی کنه انتقامش واقعا داره میگیره این زرد کرده آره انشالله بگیری به نظر من بعدا واقعا بستنی خوش با درست میگه بستنی که سوی درست آخه میدونی مشکلش چیه آیس پک کلا سه تا چیزه موزه بستنی اسمارتیز آره خب این سه تا رو ریسکت کنم دیگه آخه این تو هستی درست کنی آفرین اینم هست شیرموز پس خورما درست میکردی مثلا یارو میره کلی زحمت میکشه کیک و بلان آقا اونم از غذا وقت نذاشته واسه غذا اونم واسه این بزن بره تماشا کلفم که زنده خدایش خدا کنه اینا از اینایی نباشن که بهش نمره خوب میدن که مثلا دلشون بسوزه فلان اینا یارو الکی ببره با این شب تخمیش نه. چون بقیه نمیدونن که پوران بهشون چقدر کم داده وای راست میگه وای امیدوارم کم بفهمت کم بدن دیگه خب کریمش هم که خودت درست نکردی هیچیشو خودم من فقط مخلوط کننده بودم من سازنده نبودم شما به مخلوط شیر و موزه من بستنی و موزه بعد بابه دسر امشب والا اسمش آیس پک بود ولی من فکر میکردم مثل یخی مثل یخ در بهشت خودمون باشه بابا یخ در بهشت فرق داره بسیار شیرین که خیلی شیرین بود یخ در بهش پشمان حالا ایشون فقط خودشون اسمش میشه یخ در بهش خیلی زحمت کشیده بودن دستشون درد نکرد خیلی داره تیکه میندازه دیگه خاله پلنگ اینقدر تیکه ننداز حالا زیاد تو حالا خودم خیلی کار درست زیاد انجام ندادی شب خیلی خوبی نداشتی بخوام درست میگم نرسیدیم به شب اینکه امیدوارم شب خوبی داشته باشی هر کی زبرد اینجوری میشه راست فلک راست میگه دیگه مخلوط کننده خب بره اگه من قرار بره موز رو بکاره به قولشو بره خانم فردا بری موز درخت موز دقیقاً شیر چون تو گاو بذاری جای گاوا رو بدی گاوا رو بده بعد بیا من قرار درست میگم بخورش موز بره دیگه حالا شما الان شما دیگه ما اصلا حرف نزنیم نه من گفتم که ما فلک دیگه حالا دوران کنی حالا انقدر خندیدی شیک شد قبلش که انقدر خراب کرده بود الان نه خب من خالی کنه سر رشوه بهش دادم گفتم اینو بخور من امشب میخوام به پوران جون یک بده عدد سه رو بدم برم فقط محض خاطر وجود خودشون خون گرم بودن خودش مجلس گرم کردنش و این شرفش بردی که اونجا دیگه مردم داریش این عدد سه به خود شخص پوران داده میشه من به هیچ کدوم از اون دسر پیش غذا و غذای اصلی نمره نمیدم اجازه بدین کارتای رستوران رو بدم خدمتتون سر نمره نداره البته رستوران نیست من همیشه گفتم یه دکه کوچولوه وقتی حرف از رستوران میشه یه جایی با نه دیگه عطی. خودتون نوشتین که کارت اونجا رو بده یه باخته بله. یه باخته آره حتما که اصلا خرید میکنم حتما یه باخته Don't worry be happy که هر شب قراره ای بابا نمره سه میدم تو هم
و این سه امتیاز چون واقعا از پیش غذا و غذا و دسر هیچ امتیازی نگرفتم. خودشون هم قبول کردن. الان آقا رضا 8 نده یو بره بالا. ولی این سه امتیاز فقط به خاطر لبخندشون، برخورد خوبشون و نه واقعا رید از این نه دوباره بدن خدا خوبی داشتن. اینو آدمایی بودن که خیلی هم خندیدیم. شش بدن. سوژه خود برای خنده هم بود. همشون کم داده. همه جا با ما خندید و همینجوری با غذا که بد نبودش 3 داده. 4 رو بدم. حالا اگه تقسیم کنیم مثلا حالا دلیلش هم اینه، حالا ان شاءالله منو ببخشن که اینطوری میگیم فهمیدم میشه 10 چون این 4 نمره فقط به خاطر روی خوششون بوده چه خندان بودنشون. ببینید همه دارن یه چیزو میگن یارو واقعا ریستم چون فقط به فقط هدف این برنامه دور هم بودن و فان داشتن. اگر هیچ کدوم اینا بالا شبادی شلوار همه رو در آورده بودی میافتاد پس موجب و سوژه برای خنده پیدا نمیشد. چرا؟ برای همین من نه اصلا دلخورم نیستم. با ما اصلا واسه همون اینجا این که سوژه ایجاد کنیم. این عدد 8 هم به دردت نخورد فکر کنم پوران جون. آدرس خونت هم 8 آها. البته 4 هم دادی به رضا، رضا هم بهت 4 داد، دو تا خانمای دیگه هم 3 دادن، رو هم دیگه 10 شدی. مست تو ما فردا شب در شب سرنوشت از این گروه. من به نظرم آقا رضا ببره. آقا رضا ببره به نظر. مهنوش هم ممکنه برام نمیدونم مهنوش. آره. آقا مملوکی تو اینجا ویدیو همراه ما بودید، لایک کامنت سابسکرایبتون نره. خیلی چیز دیگه فرشب خدا نگهدار.